نمیدونم چی شده، یه نگاه بهش بنداز، از سر شب آنتن نمیده. خب این چرا باز نمیشه؟ کد گذاشتی روش؟ بله، هر کسی که نباید به اطلاعات آدم دسترسی داشته باشه. لطفاً 6868 رو بزن. هر کسی نباید خبر داشته باشه. اون وقت شوهر آدم هم نباید از اطلاعات آدم خبر داشته باشه. شوهر آدم قاقه. قاقه؟ این چه درس حرف زدنه برام تو بلند میگی یهو؟ ببین، یعنی ما مردا یه چیزی رو بدونیم نگیم از رگ گردن شما ما رو دار میزنید، ولی شما زنا شما زنا. بهرام، من چی رو به تو نگفتم که تو با من اینجوری حرف میزنی؟ چی رو نگفتی؟ یکیش همی قایم شدن مری خانوم. بابا شوهر بدبختش داشت قالب تویی میکرد. تو قصه اون خلیلزاده مرموزی رو نخور. اصلا خیلی خوب شد که مری خانوم یه روز رفت. خودم بهش گفتم که این کارو بکنه. بعد خلیلزاده حساب کار میمد دستش. بعد میفهمید که جواب های هویه. آخه خلیلزاده بنده خدا مال این حرفاست. خلیلزاده یه حسابدار زنزلیلی بیش نیست. شما مردا همتون سر و ته یه کرباسین. تا موقعی که مجرد این مادراتون دارن جمعتون میکنن، موقعی هم که متأهل میشین زن بدبخت بیچاره، زبونتون هم همیشه دو متر درازه. الان یعنی تو داری منو جمع میکنی؟ خوب به این صحنه پس دقت کن. این موبایل کیه؟ من. کی داره درستش میکنه؟ کی زحمت ریستشو داره میکشه؟ تو. حالا کی داره کیو جمع میکنه؟ الان یه موبایل منو داری ریست میکنی؟ یعنی تو داری منو جمع میکنی؟ وای چقدر یه ها بود تو خونه بیچی بوی تونمایی غیر استاندارد میدی. الان شد بوی تونمایی غیر استاندارد؟ تا حالا که استاندارد بودم، تا از خلیلزاده حرف زدم استانداردم باطل شد. بهرام جان چرا نمیری بگیری بخوای؟ من میخوام استراحت کنم. شب بخیر بهرام، شب بخیر بهرام، شب بخیر، شب بخیر. شلوار منو گشتی؟ بابا چند بار بگم من اهل دخانیات نیستم؟ تو کی میخواد اعتمادت به من جلب بشه؟ الان دوباره چه اتفاقی افتاد اینجوری برام قیافه گرفتی؟ تو نوکر مردمی؟ نه. نوکر مردم نیستی؟ نه. نوکر اون سرهنگه و دختر خلوچرش چی؟ گیا خانم؟ نوکر اون نیستی؟ نه. پس این چیه؟ آخه این قبض این بنده خدا جناب سرهنگ قبض آزمایشش دست به دست چرخید من ببرم جواب آزمایشش رو بگیرم. بعد اون روز بسته بود قرار. چه خوب شد یادم انداخت، کاری نداره. اومد تو رو استخدام کرده که تو بعد بری بگیری؟ نه بابا، همسایه است، مرد پیرمرد گناه داره دیگه. منم که دیدی اصلا رو سالمند حساسم، سالمند میبینم فقط خدمت رسانی میکنه. من نمیفهمم تو چرا وقتی اسم این سرهنگ میاد خدمتت گل میکنه. ببین زمین، منو نمیتونی سیاه کنی. منو نمیتونی سیاه کنی. اگه فکر کردی میذارم با این دختر خلوچر ازدواج کنی، کور خوندی. خواهر شوهر بازی در میاد. بله. آخه اصلا کس دختر میده به من؟ اصلا من مال زن گرفتنم که دختر میذاره کف دست من؟ آدم حساب میکنه کسی منو؟ یه کمک بود به همسایه دیگه. اینه تو که برداشتی مری خانم رو وقتی قایم کردیم پیر مردو؟ من قایم نکردم. قایم کردیم پیر مردو؟ من قایم نکردم. سکته دادی پیر مردو؟ من قایم نکردم. چرا قایم کردی دیگه پیش تو بود؟ چیکار کردی؟ من هیچ کمکی به هیچ کس نکردم. چیکار کردی پس؟ من خواستم حال مردی رو بگیرم که حال زنشو گرفته. خیلی فرق میکنه. خب حال مردی رو گرفتی بعد سکته کرد دیگه. تو چرا طرفداری خلیزاده رو میکنی؟ نکنه میخوای دختر اونم بگیری؟ کیت آتوس خانم زمیاد. نه بابا شما مگه حالتون بد نبود چرا استراحت نمی‌کنی؟ مگه معدتون درد نمی‌کنه؟ از درد گذشته دخترم، به مرگ رسیده. خدا نکنه. چرا دکتر نمیرین آقای دلپاک؟ رفتن آزمایشم دادن، قراره من فردا برم جواب آزمایشو بگیرم. البته آقای خلیلزاده گفتن علت طلوع ظاهرا زامیاد میره جواب آزمایش رو میگیره. حالا اجالتا من برم این
درها رو قفل بکنم که دری قفل نمونده نمونده. نمیخواد، من قفل میکنم بابا جان، شما استراحت کنین لطفا. همه درها قفل قفلن، اصلا نگران نباشین. شما میخواد سخت نگیرین دیگه حالا. اجازه بدید بگم که بله من میخوام سخت بگیرم، میخوام سخت بگیرم تا کسی تو این عمارت دیگه جرأت نکنه که توطئه بکنه و دیگران رو سر کار بگیره. عالیه، قابل تحسینه، ولی من متوجه منظورتون نمیشم. خب اجازه بدید من توضیح بدم تا متوجه منظور من بشید. این خلیلزاده فلک زده امروز به خاطر غیبت همسرش خانم خلیلزاده نزدیک بود سکته بکنه چند بار. بله بله، ولی خب خدا رو شکر که همه چی به خیر خوشی تموم شد، با هم آشتی کردن. بله خب خدا رو شکر آشتی کردن. اما اجازه بدید که بگم خانم ابریشمی، من از شما توقع نداشتم. منظورتون چی؟ شما ماشالله خانوم سن و سالداری هستید، خانوم موجه محترمی هستید، بچه که نیستید که به جان که شر رو بخوابونید آتیش رو خاموش بکنید، هیزم توی آتیش بریزید برید با اونا همدستی بکنید. همچین میگین همدست؟ انگار من با اینا رفتم بانک زدم. اتفاقا ذات هر عمل نشون دهنده محتوای ارزشی اون عمله. کار شما کمتر از بانک زدن نبود خانم. ببخشید آقای دلپای، من نه تای پیاز بودم نه سر پیاز. شما خانم ابریشمی خود پیاز بودید، اتاق شما شده بود محل اختفای متواری، نبود اینطور؟ بود نبود؟ بود که بود. اصلا شما وکیل وصی منین؟ شما کیه من هستی؟ بابا این چه بحثیه شما الان شروع کردین؟ من مرید اخلاق شما بودم که دیگه نیستم. بله وکیل وصی شما نیستم، اما وکیل وصی دخترم هستم، که دختری که تا امروز پنهانکاری بلد نبود به یمن بدآموزی های شما حالا پنهانکارم شده. نشدی؟ بابا یه بچه 2 ساله هم بلد پنهانکاری بکنه، مهم اینه که نخوای ازش استفاده کنی. منم نمیخوام ازش استفاده کنم. بفرمایید ببینید، این حاضر جوابی هم یکی از مشتقات بدآموزی شماست که گریبانگیر ایشون شده. ببخشید جناب سرنگ، شما نمیدونم چرا سعی دارین منو یه شکل دیگه ای جلوه بدین. حالا یا از جای دیگه ای ناراحت هستین، یا اینکه درد دل دارید به خاطر همه چی رو سر من خالی میکنید. اولا درد دل نه و دل درد، دوما همین الانم هم دارید کاری میکنید که دختر من نظرش نسبت به پدرش تغییر کنه، عوض بشه. عوض کردم؟ بابا بس، بیخیال این حرفا چیه؟ عیب نداره، خودتو ناراحت نکن، برو بخواب. شبت بخیر. شب شما بخیر. ای وای. خانم ابریشمی، خانم ابریشمی، کیان جان، کیان، این چه اخمه؟ این چه صداییه؟ شب خوش. ایشکی هم نزیه شب خوش تو دهنش برای ما بچرخی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. نگو که تورم انداختم بیرون. آره برای چی؟ من که هر شب میرم. من به خاطر خلیلزاده. آقا ببین چی داریم از دست این مرد میکشیم بی خودی ها. سر منو ببین. شما هم اجالتاً بله برم. یعنی شما پایین پیش ما میخواید؟ اجالتاً بله، برای تنوع هم که شده بله. اجالتاً ما که بچگی متنوع بودیم، خوش اومدی. حالا این خود خلیلزاده کجاست؟ رفته خوابیده دیگه، آشتی کردن رفته سر جاش خوابیده. مگه من میذارم ما به خاطر اون بریم رو زمین بخوابیم بعد اونجا بره آشتی کنه رو پر قو بخوابه؟ رو جسد من بعد بره بخوابه؟ نه نه اجازه بدید من یه تعامل بکنم. بابا تعامل نمیخواد سرنگ. از من نشنیده بگیرید، این انصاف نیست. خدا پدرت رو بیامرزه. این انصاف نیست. آقا روانی مگه؟ آقا این پتوشم بیاره. نوکرتم بهرامم درو بکن. سلامتی آبو جار زنده باشه. تشکر. چه کچلواری پوشیدین؟ خیلی ممنون. سلام و این وقت شب اومدیم ببریم یه اختلاطی باهات بکنیم. یه اختلاط این وقت شب تنگتی فکر کن آقا.
صحبت گذاریم برای فردا این شب. فردا دیره. بیا. نه نه. بذار بریم فردا. بیا خرجه. یه دقیقه بیا. یه دقیقه بیا. ببین آقا من که نمیشه زمین بخوام. تو بدید دوست بخوام درو به من. نگاه کن به من. نمیشه زمون خوش. درو بزن بخوام. نمیشه فرمی. برای من تیز و باز بازی در نگه من خودم تیز و باز عالم هم اجالتا اون پتو چیده جونه مهری بلندت کنم ببرم تحقیر میشی زادت پاشو بگیر پاشو بگیر پاشو بگیر پاشو بگیر پاشو بگیر من میام پت رمزفتاری شدم و گرفتارش خلیزاده نکن چرا اینجوری میکنی چرا انقدر بیتابی میکنی انقدرم خرگل برگل کردی عد زدی دمت گرم موها چه خوشگل شده الان مهری دنبالم میگرده چرا برداشتینم آوردینم اینجا نمیگرده کسی دنبالت اینا که همش کشیدی اونو نکن سرنگو بیدا نکن خورشو به من میزنه خب یه خودت تو بلکن پتو من پتو بدم من یخ کنم آقا یه پتو میآوردی واسه خودت دیگه استاد خب مگه شما گذاشتی من پتو بردارم قلفت من آوردید اینجا داد میزنه آخه اصلا چرا منو برداشتید آوردید اینجا کجا میری بشینه میخواد دری بری بالا بابا جون چرا تو زندگی خصوصی مردم شما دخالت میکنی من دوست دارم یه روز بازنم قهر کنم یه روزم آشتی کنم خب تو زندگی زناشو یه چیز طبیعیه طبیعیه بله این طبیعیه ولی ما 48 ساعت داریم دنبال زنت میگردیم این طبیعیه اینکه زن خودش رو از شوهر قایم کنه طبیعیه به قول مهری خانم نرماله ببینم تو زنت هیچ وقت به دروغ نمیگه مهناز مهناز اصلا پنهونکاری بلد نیست دروغ تو ذاتش نیست مهناز مسائل خصوصی خودمون که به کنار مسائل خصوصی دیگرون هم میاره میذاره کف دست شوهرش دروغ بلد نیست بله میدونم برو کنار برو کنار زامیات پاشو زامی یه دقیقه پاشو گوشی خریدی؟ نه بابا گوشی مهناز داشتم ریستش میکردم ببین چی اومده یه پیامک اومده ببین پیامک بانک دیگه پیامک بانک؟ آره او چی نوشته؟ بانک پیغام داده دیگه برای سپردتون سود اومده مثلا که خب برده ما؟ آره ها راست میگه چقدر؟ بهش مانده سپرده 5,250,000 چقدر نمیشه ها؟ راست 5,250,000 تومان چی؟ 5,250,000 تومان یعنی چی؟ یعنی مهناز 5,250,000 تومان پول داره؟ ساکت باشین آقایون همش این آقا بهره سرنگ سرنگ مشتلق بده مهناز خوره کشی برنده شده شکرت آقا با شیرینی بدی من فقط برگ میخوام قوره کشی چی برنده شده؟ شلوغ نکنید قوره کشی بانک برنده شده دیگه اینا فکر نکنم اشتباه میکنی چرا؟ قوره کشی بانک نصف شب پیامک نمیدن که بابا داده دیگه نه بابا جون بهت زنگ میزنن میبرنت بانک باهات صحبت میکنن بعد عکس میگیرن ازت بوق و کرنا میکنن تبلیغات خیلی زیاد خیلی زیاد من خودم یه دفعه یه سماور برقی برد تا 3 ماه روزگار عکس منو سماور به بغل آویزون کرده بودن از سردر بانک پایین اگر نوشته واریزی سود یعنی اینکه خانومت یه سرمایه ای رو سپرده گذاشته حالا داره سودشو میگیره شلوغ نکنین بذاریم بخواب شبت بخیر سرمایه سرنگ ما اصلا پول داریم معناز امروز حقوق میگیره فردا تمام میشه آه در بستا نداری سود چیه شاید پدر خانومشون پول گذاشته پدر خانوم من مسگرزادن رو نیدین با مسگرزاده دست میدی بعد انگشتاتو بهش بری ببینی کم نشده باشه جیب ما رو نزنه اون پول میریزه به حساب شاید از فدراسیون وام گرفته باشه بابا وام بگیره به من نگه فدراسیون پولش کجا بود پول هتلاشو نداره صاف کنه کالوس کیروش کارت میکشه اون بدبخت میده پولشونو اون بنده خدا که اهل رشوه و اینا هم نیست که بگه پولش گرفته باشه متاسفم چی یعنی معناس سپرده داشته به من نگفته یعنی معناس پولو از من قایم کرده این عجب سالوسیه آره دیگه اگر یه خانومی یه پولی جمع کنه سپرده بذاره بانک باید بهش فحش و فضیحت داد یکی بینیم آبا چه حرف میزنه بعدم کی دشنام داده سرنگلی که حرف میزنی تو دهن آدم شما اوزام یاد زن ندارین که حالا بفهمی منو خلیزاده چی میکشی فعلا حالا هر وقت بعدم من چند وقت پیش ماشینم یاتاقان زده بود برای 400,000 تومان به هر کس اونها کسی خدا شاهده زنگ زدم شما غریبه نیستین ککش نگزید نگفت من میلیون میلیون پول تو بانک دارم ای 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 کی بود میگفت من زنم دروغ نمیگه این بود نمک میخوای بپاشی نه نه ساده ای ساده هم ساده گفتی تموم شد دیگه خودت بهتر خودتو میشناسی خیلی خب حالا
آقا من این همه با این زن صادق بودم، چطوری منو سونستی منو دور بزنی؟ حالا اینقدر ارث نخور جیبتو که نزده، پولای خودشو پس انداز کرده. نمیفهمید درد من از کجاست؟ جیب منو اون نداره، مهم نفس عمله، مهم دروغیه که به شوهرش گفته، دروغیه که به پدر بچهش گفته، به پدر اصل بابا دروغ میگن. شلوغ نکنین، من آرام بخش خریدم خوردم که آروم باشم بخوابم، حروم میشه. شلوغ نکنین بابا جان. بخواب سنگ، بخواب شما، بخواب. صبر کن، حالا زوده. صبر کن بچت به دنیا بیاد، اون وقت پرتت میکنن بیرون. دیگه چجوری باید پرتش کنم بیرون؟ پرت شدم دیگه. لای پاپالی هست دیگه بابا. صبر کن، زمانی که تو سفرت گوشت و ور میدارن، میکوبن میدن بچه بخوره، تو اون وقت هرچی نخود و لوبیا و استخونه میرزن جلو تو. بله، اون موقع رو نگاه کن. علیل به جون آرمان تنگار یه نیزه رفته از این برم سرش این ور بیرونه. میسوزم. زنا همینطور. میسوزم. زنا همینطور. تجربه نداری. یادت نفهمیدم چی گفتی. زنا موقعش که بشه با خنجر فرو میکنه. خلیل زاده اگه یک بار دیگه شروع بکنی یه ویدیو ازت میگیرم، مصاحبه میدم خانومت. نه نه جناب سرهنگ، نه اجازه من بخوابم. نه من خوابیدم سرهنگ. بگی پتو رو ولش کن سرهنگ. وای مهناز، مهناز 5,250,000 تومان تو حسابت پول داشتی، روز مرد یه چوراب برای من به کی بگم؟ 5,250,000 تازه سودش بوده، احتمالا اصلش بوده 500-600,000,000 تومان. شلوغ نکنیم، بذاریم بخواه. بذار من یه کله تو سرت این بزنم تمام. برو بزن دیگه، با یه کله دیگه کسش کنم. بزرگتره بابا. بزن یه بار دیگه. حال بمیری تو بگی بخوا. درست شد؟ چرا رنگ و رود پریده بهرام؟ چیزی نیست، یه ذره تا صبح نخوابیدم خوب میشم. گفتم بیام تو داری میری یه درازی رو تخت بکشم. بهرام میخوای شبا تو اینجا بخوابی من برم اتاق پورانجون؟ بوی پورانجون اذیتت نمیکنه؟ ببخشید. نه چرا عزیزم، نه طبیعیه، در هر صورت آدم ها مریض میشن ویار میکنن، خیلی اتفاقات تو زندگی میفته دیگه، ماشینشون خراب میشه، ماشینشون خرج میذاره رو دستشون، همه چی. باز ماشینت خرج گذاشته رو دسته؟ چیزی نیست، خودم حلش میکنم بالاخره. ماشینه دیگه، صفحه کلاش تموم میکنه، انقدر که مثل خودم سگدو میزنه تو این خیابونا صفحه کلاجش تموم. نمیتونی الان من تا سر خیابونم برسونی؟ میخواستم یه پایین بگم من برسونی تو محل کارم. بعدم که تو که وضعت خوبه، یه آژانس بگی برو. یعنی چی وضعم خوبه؟ من گنج پیدا کردم. منو نگاه کن، من از تو به چقدر میگی گنج؟ چی میتونم این سواله چیه سرزایی؟ تو به چقدر میگی گنج؟ گنج یعنی خیلی، نمیدونم چقدر. مثلا نمیدونم بهرام، خیلی برای بهرام میدونی گنج یعنی چقدر؟ نه نمیدونم. 5,000,000 برای بهرام گنجه، حالا 250 بالا 250 پایین، هول و هوششو میگم. یعنی تو الان 5,000,000 داشته باشی خوشحال میشی؟ ده آره مهناز، خدا به سر شاهده خوشحال میشم. منو نگاه کن، 5,000,000 میذارم رو پول ماشینم. منو نگاه کن، 250 هم تایش خرج محضر و اینا، یه ماشین جدید، حال و هور، هم تو راحت میشه هم من. پلنگ یه قرونم نداری، با ماشین درست راهندگی کن، تو خیابون کم ویراژ بده که این بلا سر ماشین نیاد. خدا هم برای پیاده میرم تا سر از تو محل کار. من پیاده میرم با این حالت، از سر بابا اذیت میشه، یا آژانس بگی. من نمیخوام، من پول دارم. پول من میدم. بده بده دیگه. با آژانس میری؟ بله. 10 تومن هر دوتاشو بده. همینو دارم ها. دست کن تو جیبت. ندارم. همشو در بیار. همه جیبم این. کجا بود؟ یاد نی برای آژانس؟ آژانس ها گرم شدن. چرا بغ کردی باز؟
گفتی بهش؟ سربسته بهش گفتم به روی مبارکش نیاورد. بابا اون پولو دیگه دورش قلم بکش دیگه، این می‌خواست رو کنه تا الان رو کرده بود دیگه. دامیاد یعنی من اصلا براش مهم نیستم نه؟ ببین خاور میگه مرد خوب مرد مرده است دیگه، تو بمیر ببین چیکار بکنه برات. دلت خوشا، من باید شرط میدم من بمیرم همین برای اینکه یه حلوا دست مردم نده تو اعلامیه میزنه کلیه عواید این مراسم خرج امور خیریه خواهد شد. بعد چیکار میکنه؟ کل خرجی که قرار خرج مراسم بشه میبره میذاره بانک سودشو میگیره. قسم میخورم ها. بابا یه چاله میکندی، یه خرجی میتراشیدی، مجبور میشد بیاد رو کنه دیگه. بابا رفتم گفتم ماشین صفه کلاچش تموم شده. بابا صفه کلاچش بابا تو اینه که اصلا ماشین رو پیش کشیدی. زامیاد یه چیزی میگی، ماشین تو زندگی من با ماشین تو زندگی شما فرق میکنه. ماشین تو زندگی من همه چیزه، همه کس. ماشین بچه منه، ماشین مقر درآمد منه، ممر درآمد منه. بعد مهناز اینا رو میدونه و بره به خودش نمیاره. آقا تو چرا اصلا نمیگی صفحه کلاچ خودت خرابه؟ بابا چی میگی بابا زامیاد تو هم؟ آقا بگو مریض شده و مجبور داره پول خرج کنه دیگه، چون نمیفهمی. آقا این شد پول 2500؟ خب معلومه من مریض رو میبره منو درمونگاه، یا آمپولم بهم میزنن پول تزریقات چی هم میده، من لنگ این پولم؟ مریضی عادی که نه، اول باز قلبی، پیوند کبدی، سرطانی، چیزی بگیر خب. آخه آی کیو من الان رفتم گفتم کبدم خرابه، نمیگه سند و مدرکت کو؟ اینا بیای مدرک. چیه؟ جواب آزمایش دلپاک رفتم گرفتم، الان بنده خدا خیلی اوضاعش حاده. یا همه چیش بالاست یا همه چیش پایینه. اون که باید بالا باشه پایین، اون که باید پایین باشه بالا. راست میگی؟ آره. بنده خدا، حالا دلپاک چه ربطی به من داره؟ خب اینو میبریم میدیم این جواز ماشه توی دیگه، تو مریضی بعد پولو رو میکنه. زامیا دیوونم نکن. خب این که اسم دلپاک بالاشه، کورن مگه؟ خب جل میکنم، بعد بچگی سابقه جل دارم خیلی اساسی و حسابی و درست، مولا درزش نمیده. از بچگی از ترس خاور تمام نمره هامو جل میکردم، 10 و 11 رو میکردم 18 و 19. کاری نداری یه جوری جل میکنم، خود نفهمی که مریض شدی. میشه یعنی؟ آره چرا نمیشه، خیال راحت. خیلی آقایی آقا ببین معناس خیلی تیز و بزاده، دستمون رو نشه براشو. من از اون تیز و بسترم، خیالت راحت. ببین اصلا دوست نرم مریض، هیچ وقت مرا دارزوی مریضی نمی کنم، ولی مریض شدی جبران میکنم. باشه کار دیگه نمید کرد. بشین کارت دارم دیگه، واجبه دیگه. بگو دیگه پایین کار دارم. نشسته در شیر میجوشونه. کار دارم بگو دیگه. صدا میکنه، صدا میکنه، صدا میکنه. چی میخوای بگی؟ مسئله مرگ و زندگیه. چی مسئله مرگ و زندگیه؟ بهرام داره میمیره. بهرام؟ آره. اون دیگه چرا؟ اون که خیلی پرروه. پررو نباید بگی، بعد الان بگی خیلی جوونه. خیلی جوونه. منم دلم برای همین میسوزه دیگه، بچه‌ام داره، تورایی هم داره، چیکار کنی؟ تو از کجا میدونی داره میمیره؟ ببین چند روز پیش دستش درد میگرفت، این وره دلش اون وره دلش، بردمش بیمارستان، آزمایش دادیم، دکتر نگاه کرد گفت حالش خیلی وخیمه. پول آزمایش رو کی داد؟ خودش داد دیگه، اونقدر که مرام ندارم که من. حالا از کجا میدونی اینقدر وخیمه؟ تو هم اگه میتونی جواب آزمایش رو بخونی میفهمیدی چقدر وخیمه. خب بده بخونم. تو مگه آزمایش میتونی بخونی؟ من میتونم بخونم؟ یادت نیست تمام آزمایشای بابا رو من میخوندم، مریضیشو تشخیص میدادم، دکتر تایید میکرد؟ بده ببینم. همون شد که اینقدر زودیتی میشه. بده ببینم. وخیمه، خیلی وخیمه، خیلی وخیمه. تازه دکتر گفت دعا بکنی همجور سکته کنی بمیره، نیفته فلج رو دستتون. لباس مشکی چی بپوشم؟ هیچی ندارم، اینم جوونه، تا چهلومش باید لباس مشکی بپوشم. الان مشکل جوونای ما لباس مشکیه؟ مشکل جوونای ما اینه؟ من چه میدونم مشکل جوونای ما چیه؟ مشکل جوونای ما الان مهناز خانمی که اصلا نمیدونه چه بلای سر بهرام اومده. نمیدونه؟ نه بهش نگفت که هول نشه دیگه. اون شاید بخواد مهریهش رو بگیره قبل از مرگ طرف. خب پس توی ندا بهش بده. من بدم؟ آره دیگه، خبر بد خبر معروفه دیگه. آنت مهناز خانم. بله. یه دقیقه بشین کارت برم. ببخشی آژانس نمیدم، منتظرم، باید برم. باشه ولی یه دقیقه بشین کارت برم. خواهر جون دیرم شده. یه دقیقه بشین. میشه زودتر بگین دیرمه؟ بهرام داره میمیره. چی؟ بهرام شوهرت داره میمیره. چی شوخی زشتی میکنیم؟ بی ادب زبونه تو گاز بگیم. این اینه واقعیته. زامیاد بردتش دکتر، اونا قطع امید کردن، گفتن مریضیش خیلی جدیه،
ولی تو حل نکن، باید قوی باشی، چون از الان به بعد باید این بچه رو خودت تنها بزرگ کنی. داری راجب بهرام حرف بزنی؟ بهرام من؟ بهرام رضایی؟ 10 تا بهرام که نداریم، یه بهرام داریم که شوهر تو بود. بود؟ چرا میگیم بود؟ خب هست، ولی دیگه از الان بعد روش نباید حساب کنی. به هر حال هر کسی یه نسبتی داره. بهرامم احبه، من اصلا باور نمی کنم که چی عزیزم باور نمی کنم؟ چی شده؟ نمیدی خواهر چی میگه؟ چی عزیزم؟ مهناز. چی؟ مهناز. من اصلا باور نمی کنم. من فکر میکردم تو خیلی قوی باشی. فکر نمیکردم اینقدر نازک نارنجی باشی. با شوهر مریضت حق داشت بهت نگه داره میمیره. وای، یعنی چی؟ مگه بهرام چی شده به من بگید؟ بهرام خیلی مریضه، مریضیش هم جدیه. چه مریضی داره؟ بهرام خان خیلی مریضه، دکترها قطع امید کردن. دکترها غلط کردن، من مطمئنم بهرام توی خونه از همه سالم تره. نترس عزیزم، نترس، هول نکن. کدوم دکتر گفته؟ همینجوری خود سرانه که نمیشه یکی بگه یکی دیگه مریضه. سر خود چیه؟ بله. داداشم برده بیمارستان، کلی آزمایش ازش گرفتن. زامیان نترس عزیزم، نترس. اون آزمایش رو نشون بده ببینن بهرام داره میمیره. گفت این خدا بیامرز خودش بهت بزنش بگه تو بند آب بزنی. آزمایش رو نشون بده ببینن. چی شد؟ چرا گذاشتی جیبت؟ نمیتونم خانم، میترسم طاقت نداشته باشه. بگه بفهم. اینم جواب آزمایش. بگم بگو دیگه. تیری گیلی بیلی سیلی تیری گیری سیلین بالا. نه ترس قرب. گیلی روبین بیلی روبین بالا. نه ترس قربونت برم. هلیکوپتر هلیکوباکتری بالا. دیگه خانم آدم چیش باید بالا باشه که بمیره؟ این مستحقش نیست؟ ای بابا این چه حرفی شما هم میزنید؟ بابا جون این نسخه رو باید دکتر ببینه، اون باید تشخیص بده. اینا همش اصطلاحات پزشکیه، نمیشه از خودتون همجوری هی بگین کی میمیره کی نمیمیره. خب باید دکتر نظر داد دیگه خانم، متخصص. اون دکتر متخصص چی گفت؟ دکتر اومد بیرون، اول ماسکشو در آورد، چشای ما نگاه کرد، من هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادم. دیگه امیدتون به خدا باشه، کاری از ما ساخته نیست. مگه بردنش رو اتاق عمل؟ حالا ممکنه ببرن دیگه خانم، دم مرگ هر کاری میکن دست پا میزنه. آخ ای بای برام ببیرم، برام از رو بیادت ببیرم، اقای درد کشیدی. مهناز چون تو رو خدا آروم باش. مهناز تنهایی درد کشیدی برام. یعنی چطور شد که تا حالا نفهمیدیم آقا برام مریضه؟ من دیدم رنگش این قیر سیاهه، فکر میکردم مادرزادی سیاهه. نگو بنده خدا کبود شده بود. ببینم برام کبودی ها. ببینم من دیدم که چند شب پیش توی پذیرایی خوابیده بود، خیلی بد تنفس میکرد، یک خور و پفی هم میکرد. من فکر کردم که مشکل ریوی چیزی داره. من باید میگفتم من کوتاهی کردم، من کوتاهی کردم، کوتاهی شده. من وای چقدر بنده خدا تنهایی کشیده و دم نزد. مهناز چرا به من نگفتی؟ مگه همیشه نمیگفتی زن و شوهر پیراهن تن همن، شریک زندگی همن؟ چرا به من نگفتی؟ میدونی مهناز، من همیشه تو زندگی شاکر این بودم که من و زنم هیچ وقت هیچی از هم پنهون نمی کنیم. این بار بهرام بهت نگفت چون نمیخواست عذاب بکشی. الان هم ارث خور برای بچه خوب نیست. با صراحت و عسل بابا میگم بابا خوبه، هیچیش نیست. از الان به بچه دروغ نگو. مرد حسایی، من به تو نگفتم تا آخرین نفس تو کال بودم؟ هر کال بعد هر چی هست به زن من نگو. زرتی رفتی گفتی نخود تو دهنت خیس نمیخوره؟ بیا و خوبی بکن، هی ببر بیا دکتر دوا درمون، آخرش هم یه چیزی بده کار شدیم. وای حالا آقا بهرام پاشیم بریم بیمارستان، به دو تا دکتر این آزمایش رو نشون بدیم ببینیم اونا چی میگن. حالا اتفاقا به دو تا دکتر نشون دادیم، عین دو تاشون گفتن باید بستریش. به دو تا دکتر اکتفا نکنی، به قول ابریشمی روح شاد باشه. واسه بیماری های سخت باید شورای پزشکی تشکیل بشه. جون مهناز ببریم شورا. عزیزم من هیچیم نیست، اصلا فراموش کنید انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. تو هم الان یه آژانس بگیر برو با عسل بابا سر کار و زندگیت. برم سر کار فراموش کنم؟ برام چجوری میشه با این نتیجه آزمایش نریم شورا؟ خانمت راست میگه،
پاشین یه لقمه صابونه بخورین، بیمارستانم که سر این خیابونه. ده منم همین بیمارستان رفتم، ده بذارین دهن من بسته باشه. شما که نمیدونین شرایطو. آقا بهرام بگو چه شرایطی، همه ما بدونیم دیگه. بگو بگو. میترسی از آمپول؟ میترسی یا چی؟ من از دکتر میترسم؟ من از دیو دو سر نمیترسم، خدا شاهده. مجبور میکنید آدم بگه چیزاییو که نمیخواد. من رفتم بیمارستان، دکتر منو صدا کرد، گفت آقای رضایی. گفتم بله. گفت شما آقای رضایی؟ گفتم بله. گفت شما باید برای پاره ای از آزمایشات تو این بیمارستان بستری بشین. گفتم چش. گفت بریم پیش صندوق اونجا حساب کتاب کنی. رفتم پیش صندوقدار، گفتم آقای دکتر به من گفتم من اینجا بستری بشم چیکار باید بکنم؟ گفت شما باید 5,250,000 تومان بریزین به حساب این بیمارستان. گفتم آقا ندارم. گفت پاتو نمیتونی تو اورژانس بذاری؟ گفتم شوخی میکنه، پامو بلند کردم بذارم تو اورژانس، جلوی همه بهم میگه پاتو بذاری تو اورژانس. خود من وای 5,000,000 برای دو تازه باشی ساده، چه خبره؟ آخ یه چیزی یادم رفته بود بگم. بیمارستانو گفت اگه چیزی از پولتون اضافه بمونه ما بهتون برمیگردیم، ما که نمیخوایم پول شما رو بخوریم که. گفت شماره حساب میدیم، ما عیناً خدمتتون تقدیم میکنیم. وای چه بی انصاف، شاید آدم نداشته باشه اول اون همه پولو بده. حالا شاید نداشته باشه. آقا بهرام اصلا خودتو ناراحت نکنی. همه ما پولامونو میذاریم رو هم دیگه، مشکل شما رو حل میکنی. من که ندارم. ما نداریم، نمیخوام. وای من شرمنده همه تون هستم. این قصه آخر شهریه آتوسا رو ما دادیم، فقط تو حسابمون 2300 تا بیشتر نیست. خوش به سعادتتون. چرا؟ بلش کنی مری خانم، بذارین یه چیز دیگه. برام خیلی سخته ولی بهتون میگم، ببخش من از منو. میدونین چقدر تو کارت منه؟ چقدر؟ میدونید؟ نه. 170,000 تومان تو کارت منه، 90 کیلو هم 170,000 تومان تو کارت منه. از روزی که این زن رو گرفتم به فرشتگیش ایمان داشتم، هنوزم دارم. میدونم این چیزی داشته باشه، از من دریغ نمی کنه. این به من دروغ نمیگه. حالا ببخش ناراحتت میکنم من، از بذار بدونم تو چی. حالا با این شرایط برای مردی که 170 تومن تو کارتشه، زن فرشتش چیزی نداره بهش بده، مردن بهتر از زندگی نیست؟ دور از جونتون. ای بابا دور از جون. برام پاشو با هم دیگه میرین نهای بیمارستان، میفتیم دست پاشون التماسشون میکنیم، شاید بهمون تخفیف دادم. برام چقدر دوست داریم از بی پولیم و بدبختیم جلوی مهری خانوم، پوران خانوم، پارمیدا، مهناز بگم. آقا خورد شدن یه مرد و جلوی زن و بچهش ببینید، ول کنید. ببخشینا این موضوع خصوصیه ولی مجبورم سوال کنم. بپرسید. شما بیمه نداری؟ نه متاسفانه من بیمه ندارم، ولی شکر خدا مهناز همه رو داره. طلایی، نقره‌ای، برنزی، سالس بدنه، اجتماعی، غیر اجتماعی. شکر. خب چرا این بدبختو بیمه نکردی؟ بدبختو؟ مگه دست من بوده؟ رفتم سر کار، گفتن که فقط شما رو بیمه میکنیم خانم، شوهر تو فقط در صورت از کار افتادگی میتونه بیمه بشه. بهرام هم که خدا رو شکر همیشه 4 ستون بدنه سالم بود. بود؟ بود بود. الان آزمایش رو ببرین نشون بدین، ثابت میشه که از کار افتاده. اوه خواهر جون، تا بخوایم ببریم آزمایش اونجا کار بیمهش انجام شه، 7 تا کفن پوسونده. مرده دیگه، مردنیه. وای چرتیه میزنین جلوی زن حامله، کشتینش. خانم واقعیت دیگه، خانم دیگه. یه فکری دارم من، میگم پاشین بریم درمونگاه خاتون آباد، یه کمی دوره ولی عوضش همه آشنان، میگم ازت پول نگیرن. وای چقدر خوب، حتما بریم همونجا تو رو خدا. همش مجانیه؟ مجانی که نه، ولی خب دکتراش پول نمیگیرن، آزمایشا رو پول میدیم. خاور میخوای بکشیش؟ خانم اونجا هر کی عمودی رفته تو افقی اومده بیرون. چیکار؟ ول کنید. راجع به مرگ و زندگی من دیگه نمیخوام صحبت کنید. آقا دارم عذاب میکشم، من سالم سالمم. آخ آبرم. آخ میکشید باز؟ چی شده؟ بگو من طاقتشو دارم. نه خوبم عزیزم، یه حمله ساده است. روزی 10-20 بار بهم حمله میکنن. روزی 10 بار بهش حمله میکنن. هر جهتی ناچسابگی وارد میشه. وای همش تیر میکشه. برام جون من ببریم دکتر. مهناز من فقط در یه صورت پامو تو بیمارستان میذارم که 5,250,000 تومان پول نقد تو جیبم باشه، نه کارت، نه چک، نه چک بین بانکی، نه هیچ کوفته دیگه، فقط پول نقد و سلام. بهرام تمام. بهرام بیا بریم یه بیمارستان درست حسابی. مهناز پول داریم بریم بیمارستان درست حسابی عزیزم؟ مگه یک قرون دوزاره 5,250,000 تومنه؟ من جورش میکنم. چه جوری جورش میکنی؟ مگه ندیدی عزیزانم پول ندارن؟ ندارن بدن؟ بس نکن، من جورش میکنم. حل
مهناز میخوای از بابات بگیری؟ من پول از بابات بگیری پامو تو اون بیمارستان نمیذارم. نه بهرام خون، چرا اینقدر لجبازی میکنی؟ از باباش پول بگیری برو دیگه. مری خانم ساده ای، شما بابا یه رو نمیشناسی. بابا یه بار من 100,000 تومان برای یاتاقان ماشین ازش گرفتم، 100,000,000 از من و ماشینم کار کشید. بهرام از بابام نمیگیرم، گیر نده. آقا ختم کلام، بهرام تا ندونه خرج دوا و درمونش از کجا میاد پاشو تو هیچ بیمارستانی نمیذاره. خلاص. زامیاد، این جواب آزمایش من. آی دلپاک، نمیدونی من چقدر نگران شما بودم. اصلا کار داشتم، فهمیدین چی شدیم بچه؟ ناز بگو ببینم از کجا میخواستی پول بیاری منو ببری بیمارستان؟ بگو از کجا شده آقا؟ تشریف بیارید. آی بهرام خان یه دقیقه تشریف بیارید لطفا. چش الان میام. منو بگو دیگه از کجا؟ از کجا من گفتم که عرض کردم خدمتتون که آقا. آقای بهرام یه دقیقه تشریف بیارید لطفا. وای اگه حالتون بده نریم. برام یه جهت دیگه؟ برام ناکس برام کرد، ولی اولین بار بود از این بر. برام برو، نباید تکون بخوریم به خدا. مراقب باش برام نامرد. برام برو زود بیا بریم بیمارستان. باشه. چی دیگه حالت بده؟ بریم اصلا خوب نیست. باشه نامرد. چه برایی بزن؟ من اصلا خودم میرم میگیرم. نه کجا بری شما با این حالتون؟ میگم میگیرم، حاضر نیست دیگه، رفتم سر بار. راست داره میگه، راست میگه، اتفاقا با هم رفتم. دوباره اصلا خودم به این رو انداختم، بنده خدا با ماشین منو برداشت. نه بابا نوکرت هم وظیفه بوده. این چی جور آزمایش؟ مگه آزمایش اتمیه؟ آزمایش مهمیه. بعدم یه آشنا داره تو آزمایشگاه، برگشته با آشناشون میگه که آقا این جناب سرنگ آدم کمی نیست، چرخواز بازنشسته است، قدیمیه، نمیدونم فلانه. خب حالا که دیگه داره دقت میکنه، دیگه سفارشی میزنه. بعد همین سفارشی بزنه یه دور کنجه دیگه. داری با من شوخی میکنی؟ مگه من مسخره تو هم که کنجد و چیز؟ آقا جان من درد دارم، میخوام برم اصلا، خودم نمیخوام آزمایشم. آقا حاضر نیستی که تقصیر من باشه. من خیلی وقتا داد داشتم، داد نزدم که. حالا میخوای چی کار کنی مهناز جان؟ میخوای من برم به دوستم زنگ بزنم؟ شاید پول چیزی داشته. نه بوران جان. خب بس بری. من میخوام یه اعترافی بکنم. اعتراف کن عزیزم. بیا من بدون اینکه به بهرام بگم، دور از چش بهرام یه پولی پس انداز کردم. خوب کردی. وای آفرین به تو دختر عاقبت اندیش که اونقدر زنیت داشتی که یه پولی پس انداز کنی، الان بزنی به زخم زندگیت. قربونت برام. آفرین. مهناز جان حالا چقدر کم داری؟ چقدر لازم داری؟ آره 5,250,000 تومان دقیقا تو حسابم دارم. آبخ آقا بهرام گفت چقدر پول برای بیمارستانش لازم داره؟ فکر کنم گفت 3,000,200. همین 5,250,000 تومان رو میخواد. بیا آدم وقتی قلبش پاک باشه همه چی جور میشه. خوشن بله. میگم یکمی مشکوک نیست؟ چی؟ اینکه عدل همون پولی که تو از شوهرت قایم کردی شوهرت لازم داشته باشه؟